ممکنه که شما هم همیشه از سردی دست و پاتون گله داشته باشید یا هر کاری میکنید نمیتونید این مشکل رو برطرف کنید و ازش خلاص بشید. شاید به خاطر اینکه علت این سردی رو هنوز توی بدنتون پیدا نکردید. امروز میخوایم با هم علت سردی دست و پا رو بررسی کنیم. سلام، به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. علت سردی دست و پا در زمستون طبیعیه، اما بعضی ها همیشه دست و پای سردی دارن و این موضوع ربطی به فصل و دمای هوا نداره و با پوشیدن دستکش و جوراب ضخیم هم سردی از بین نمیره. از نظر متخصصان عوامل مختلفی هستن که به کند شدن جریان خون و احساس سردی و حتی سوزش در نواحی دست و پا منجر میشه. اولین علت سردی دست و پا کمخونی هستش. کمخونی یکی از دلایل بالقوه سردی انگشتانه. کمخونی زمانی اتفاق میفته که بدن قادر به تولید گلولهای قرمز کافی نیست و یا زمانی که تولید هموگلوبین خون کمتر از حد نرماله. این وضعیت میتونه منجر به کاهش اکسیژن در خون و سردی اندام‌ها بشه. پایین بودن یا ناکافی بودن سطح هموگلوبین خون میتونه از رسیدن اکسیژن به پاها جلوگیری کنه و باعث سردی بشه. در بسیاری از موارد کمخونی میتونه با مصرف یه مکمل ساده آهن درمان بشه، اما در موارد جدی‌تر ممکنه به درمان‌های دیگه هم نیاز باشه که توسط پزشک تجویز میشه. استرس و استراب دومین علت سرد شدن دست و پاست. استرس و استراب میتونه باعث واکنش فیزیکی به نام انقباض عروق بشه که در اون رگ‌های خونی منقبض میشن و جریان خون رو به بدن کاهش میدن و در نتیجه باعث سردی دست و پا میشه. سومین علت داشتن مشکلات عصبیه. برخی از مشکلات عصبی مثل نوروپاتی محیطی میتونه روی اعصابی که انبساط و انقباض رگ‌های خون رو کنترل میکنه تأثیر بذاره و باعث سردی شدید بشه. مشکلات گردش خون علت بعدی سردی دست و پاست. محدود شدن جریان خون به هر بخشی از بدن به ویژه اندام‌هایی مثل انگشتان دست و پا منجر به احساس سرد شدن اونها میشه. مشکلات گردش خون معمولا نشونه شروع عوارض قلبیه و بیشتر در مردان بالای 50 سال دیده میشه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا بقیه مطالب ما رو از دست ندی. وجود بیماری به اسم سندروم رینود در فرد پنجمین علت سردی دست و پاست. افراد مبتلا به این سندروم اغلب سردی انگشتان دست رو احساس میکنن. این افراد دارای رگ‌های خونی غیرعادی توی دست‌ها هستن و شدت بروز نشانه‌های رینود به میزان تنگ شدن عروق بستگی داره. وقتی این تنگی به طور متناوب و طولانی اتفاق بیفته، علائم هم به شکل شدیدتری خودش رو نشون میده. اما به هر حال سه علامت در یک حمله رینود دیده میشه: سرد شدن انگشتان دست و پا، تغییر رنگ و بروز رنگ پریدگی در انگشتان و احساس خواب رفتن و سوزن شدن عضو بعد از اینکه در محیط گرم قرار بگیره. علت ششم و بعدی بیماری لوپوسه. لوپوس تا حدود زیادی مرموزه و تحت شرایطی بروز میکنه که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای خود فرد حمله میکنه. قرار گرفتن در معرض هوای سرد هم یکی از علتهای سردی دست و پاست که میتونه باعث انقباض رگ‌های خونی و کاهش جریان خون در اندامهای دست و پا بشه. علت هشتم سردی دست و پا سیگار کشیدنه. اگه هنوز دلایل ترک سیگار براتون کافی نیست، باید بدونید که نیکوتین موجود در سیگار منجر به انقباض سلول‌های خونی میشه و میتونه باعث ایجاد پلاک توی عروق خونی بشه. این روند کاهش جریان خون به اندام‌های انتهایی مثل انگشتان رو بیشتر میکنه. مورد بعدی مصرف بعضی از داروهاست که میتونه باعث سردی دست و پا بشه. داروهایی مثل داروهای کنترل سرطان، داروهای کنترل میگرن و داروهای ضد احتقان که میتونن باعث انقباض عروقی بشن و باعث سردی دست و پا بشن. لطفا اگر هنوز این کلیپ رو لایک نکردی الان وقتشه. لایک رو بزن، چون کمک میکنه که افراد بیشتری بتونن به این کلیپ دسترسی پیدا کنن. دهمین علت سردی دست و پا کمکاری تیروئید هست. اگر انگشتانتون توی یه روز سرد و گرم میشه، ممکنه این وضعیت به فعالیت غده تیروئید شما بستگی داشته باشه. غده تیروئید نقش مهمی در کمک به تنظیم دمای بدن داره. در اصل تیروئید ترموستات بدن ماست، پس اختلال و کمکاری اون باعث سردی دست و پا میشه. و علت آخر سردی دست و پا کمبود ویتامین های مختلف توی بدن میتونه باشه.
ویتامین هایی مثل ویتامین B12، ویتامین D، ویتامین E و ویتامین C. هر کدوم از این ویتامین ها به حفظ سلامت عروق خونی و استحکام و یک پارچگی اونها کمک میکنه و میتونه سردی دست و پا رو از بین ببره. برای یافتن علت سردی دست و پا، اگر به مدت طولانی ادامه پیدا کرده یا روز به روز داره شدیدتر میشه و روی زندگی روزمره شما تاثیر گذاشته، حتما به پزشک مراجعه کنید تا علتش رو پیدا کنه و درمانش رو شروع کنه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگر سوالی بود کامنت کنید، شخصا پاسخ میدم.